بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی، برنامه امروز ما یک عنوان عجیبی داره و اون این است که مسافرین هواپیمای سرنگون شده اوکراینی نقش مهمی در سقوط این هواپیما داشته. مگه میشه هم چیزی که یک مردمی به خودشون رو بخوام بکشتن بدن؟ طبعا نه، ولیکن مسئله این است که داشتن. چگونه؟ من برای شما عرض میکنم. اجازه بدید که من اینو ببندم فقط. بله. در هواپیما افرادی بودن. حالا ببینید، البته در دین ما هست که با مرده صحبت، پشت سر مرده حرف زدن خوب نیست و نه هیچ سودی هم داره، اما برای عبرت دارم عرض میکنم. طبعا ما هم درک میکنیم مصیبتی که برای فامیلای اونا اومده پیش، ولیکن باید مقصر پیدا کنیم که تکرار نشه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو جهل رو فرعون این امت گفتن، ولیکن جلوی پسرش میگفتن از پدرش بد نگید، پسرش مسلمان بود، برای اینکه دیگه یه چیزی نباشه که شروع که بالاخره یه روابط احساسی هم هست دیگه. هرچند در این جریان شاید پدر مادرها هم مقصر باشن، اگه حرف منو گوش کنید متوجه میشید که من چی میخوام بگم. بذارید اصلا مسئله رو با دو تا مثال شروع کنم. و این یه دفعه من کلیپی رو هم دیدم که کاش میداشتم براتون نمایش میدادم. این به این صورت که یک استادی به یک شاگرد خودش ارفاق میکنه و با پول و با اصطلاح رشوه، یعنی برای مال، شاگرد خود رو، دانش آموز رو، دانشجو رو دکتر میکنه، یعنی برایش ارفاق میکنه و این دکتر میشه. سالها بعد دیگه یادش رفته، خانمش رو در بیمارستانی عمل میکردند و وقتی با دکتر رو برو شد دید همین آدمه، یعنی کسی که خودش برایش امضا کرده که این دکتر باشه. طبعا چنین دکتری نمیتونه زنش رو معالجه کنه و چه بسا که باعث مرگش بشه. پس با اینکه همسر خودش رو دوست داشته اون استاد دانشگاه، ولی نقش مهمی در اگر که همسرش تو عمل میمرد، نقش مهم رو کی داشت؟ شما بگید. آیا دکتر داشت؟ دکتر طبعا به اندازه خودش مجرم هست، ولی این که بهش مدرک داده شاید از اون بیشتر جرم کرده باشه، گناه این شاید که بیشتر باشه. مثال دیگه که خیلی ساده تر است، بیایم تو همین مسئله همین خلبان این هواپیمایی که سرنگون شده. تصور کنید که پدر یکی از همینایی که سوار این هواپیماست آموزشگاه خلبانی داشته باشه و این خلبان اوکراینی اومده باشه پیشش و گفته باشه که آقا من بهت پول میدم، مشکل تو پوله، تو به من گواهینامه خلبانی بده. طبعا گواهینامه خلبانی بگیره اگر هواپیما سقوط کنه، واضح هست که اون کسی که بهش گواهی نامه هم داده مشکل داره، اون هم مقصر هست، بلکه تقصیر اون بیشتره. و ما متاسفانه، حقیقت تلخه ولی تلخی رو باید قبول کنیم، که زرنگی زیاد مشکل پیدا میکنه برای خود آدم. اول برای خود خمینی مشکل پیدا کرد، دوم برای رفسنجانی مشکل پیدا کرد. همه رو براتون توضیح خواهم داد. زرنگی زیاد انسان رو به انسان ضرر میزنه. از مسافرین این هواپیما کسانی بودن که به شدت به دولت ایران وابسته بودن. مثال، من باشه این عکس رو بیارم. من دوست ندارم اسما رو نمیگم، چرا؟ گفتیم کسی که مرده دیگه صحبت نباید کرد از اون. نمیدونم که این کامپیوتر منم مشکل داره اگر عکس بیاره. بله، این عکس اگه اتاق فرمان بتونید بیارید، این عکس رو شما نمایش بدید. بله، این عکس کیو نشون میده؟ همین آقای مشهور دوره ما رو و آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی، و این دو نفر که کنارش هستن، دو نفر از همین کسایی هستن که در این هواپیما کشته شدن. معنی این حرف چیه و معنی این عکس چیه؟ معنی این عکس این است که الان من که با آقای خامنه ای عکس بگیرم، یعنی یه چیزی رابطه باید بنام آقای خامنه ای باشه دیگه، گرنه از 400 متری
سایه آقای خامنه‌ای هم که نمیتونیم رد بشیم به خاطر اینکه مواظب خودش هست دیگه، مواظب خودش هستش و همه سفراش مخفیانه است و آقای سلیمانی هم همینطور بوده، دو نفر کنار خودش نگه نمیداره مگر اونا رو بشناسه و طبعا میشناخته، همه عکس یادگاری که نگرفته. پس اینها جز تو زندگی نام نوشته که اینها بسیار معتقد به نظام بودن. آقا بگو نظام معتقد باشن جرمش چیه؟ مگر اون کسی که به نظام معتقد باشه گناه داره؟ یا مثلا اگه گناه هم داشته باشه به هواپیما چه رفتی داره؟ رفتش من به تو میگم. حالا عکس دوم اینه که من بذارید من بیارم متفرما این عکس رو اگر بله نگاه کنید، اینم یک خانواده دیگه از این خانواده شهداست به اصطلاح اینا که کشته شده، که اونقدر برای دولت مهم بوده که شمخانی رو که به اصطلاح دست راست آقای خامنه ای هست رو برش فرستادن برای تسلیت و معاون چی هم اومده؟ معاون خود رئیس جمهور هم اومده. یعنی فکر کن که معاون رئیس جمهور خونه کسی بره، شاید بگه آقا خونه همه میرن، همچین چیزی نیست. پس اون آدم خیلی مهم بوده. یکی از این کشته های هواپیما هم این بوده. آیا این جرمه؟ میتونه جرم نباشه، اما من چی میخوام بگم اون رو براتون بذارید بگم. چیزی که من میخوام بگم این است که حالا ما بعضی از حرفای اینها رو اگر من بتونم بیارم اجازه بدید که بشنویم. یک لحظه، حرفای جالبی است. لحظه. بله. نگاه کنید، یکی همین دو نفر اینقدر مهم بودن برای دولت ایران که در مردش هم پارتی بازی میکنه. بیارین لطفا صفحه رو. آیت الله سعیدی همون نماینده آقای خامنه ای در قوم که گفته بود خامنه ای تو شکم مادرش که دنیا آمد میگفت یا علی، میگه پیکرهای مرحوم فلان و فلان در بارگاه حضرت معصومه به خاک سپرده می شود. چرا؟ ممنون تافرم. این یک پارتی بازی دیگه است. یعنی اینا اینقدر مهم بودن که بعد از مردنشون هم دیگه همه ایرانی هم که نمیتونن کنار قبر معصومه دفن کنن اگه چنین کاری رو بکنن که پر میشه همه جا، جا ندارن. لذا آدم های مخصوص و خیلی بالا مثلا آقای خامنه ای رو رفسنجانی بردن کنار قبر خمینی، هر کسی که نمیبرن، کسی که باش یک رابطه ای داره یا مثلا خیلی مهمه. و در مجلس اینا آیت الله هم اومده بودن در مجلس ترحیم این دو نفر، گفتم برای من شخص مهم نیست، من میخوام یک روش رو بگم که چقدر غلطه. خوبه، این دو نفر رو به اصطلاح جای خاص دفن کردن. حالا شما به خودتون قیاس کنید آقایون و خانما، وقتی که اینا زنده بودن آیا امتیازات خاص نداشتن؟ وقتی که بمیرن اینقدر امتیاز داشته باشن که قبر مثلا کنار قبر به قول خودشون حضرت معصومه رحمت الله علیه دفنش کردن برای اینکه زودتر بره بهشت، جار مردم حاضر میلیون ها بدن که دفن بشن. آقای آیت الله سعیدی میگه که ما این دو نفر بردیم نزدیک به اصطلاح یه تسلی برای خانواده‌شون باشه. خب اینا در زندگی آیا امتیاز خاص نداشتن؟ طبعا داشتن دیگه. وقت مردنش دیگه آن چه که عیان است چه حاجت به بیان است. خب حالا گناه این بیچاره چیه؟ اینا که حالا مردن سجودی، چرا میگه که اینا در افتادن هواپیما مقصر هستن؟ دو تا مثال اول من توجه کنید. کسی که به تو مدرک دروغی داده و کسی که به تو مدرک دکتری دروغی داده و مدرک خلبانی دروغی داده، خلبان بیفته تو مقصری چون که تو دادی بهش. همین ها این دولت رو مشروعیت دادن، اینکه کنار آقای سلیمانی ایستاده و سلیمانی اون فساد عظیم رو در سوریه و عراق به پا کرده بدون که هیچ کاری هم بکنه، مثل مرغ کشتنش هیچ کارم نتونستم بکنه، مثل مرغ کشتنش یک جنرال رو که والا من خجالت کشتم با اینکه مخالف دولتم، بالاخره نام ایرانی که سر ما هست خجالت میکشه آدم که چی این حرفو تو ببین که رئیستو کشتر روز مسخرهت میکنه، 20 سال قبل باید میکشتم فلان و بهمان. خب شما این آدم رو آوردید باد کردید، خودشم نمیدونست که من هیچ کار هستم، فکر کرد من کاری هستم از بس که دور جمع شدید. خب بازم چه رفتی داره به سقوط هواپیما؟ شما وقتی این دولت سر کار آوردید و این دولت رو ما هم سر کار آوردیم ولی که ما ول کردیم، یعنی هیچ کس نمیتونه، من به نظر من هیچ کس که قبل از سال 59 یعنی 57 انقلاب شد و بعد از سال 59 اگر با خمینی طرفدار خمینی باشه اون منافقه، یا به طور کلی در حکومت مثلا ذوب در ولایته،
چون که خمینی قبل از 59 یک چیز دیگه بود، بعد از 59 یک چیز دیگه شد. 1359 رو عرض میکنم. ما آوردیمش ولی دیدیم که در حکومت درستی داره نمیکنه، ول کردیم، هزینه‌اش هم دادیم، از کشورم هجرت کردیم و خیلی های دیگه مثل من یا هجرت کردن یا مقاومت کردن، اونایی که شجاع‌تر بودن، و یا اینکه اصلا خونه نشین شدن. اونا دیگه مجرم نیستن، یا مثل بقیه، مثل خیلی از مسافرین هواپیما رفتن کشورهای دیگه برای خودشون زندگی درست کردن، اونا هم مقصر نیستن، اونا هیچ تقصیری ندارن، به اونا ظلم مضاعف شده. ولی این مسافرینی که از این دولت طرفداری میکردن و بزرگان این حکومت میومدن خونه شون، بلکه حتی بعد از کشته شدن بچه‌هاشون دارن تعریف میکنن، اینطور ذوب هستن. خب اینها باید اینو بگن که آقا قبول کنن که این حکومت ناکام بوده و کسی رو که سر کار میشونه اون بلد نیست. یعنی شما به خاطر اینکه پول بگیری طرف دکتر کردی، با زن خودت رو عمل کرده کشته، پول بگیری طرف خلبان کردی، باز اون هواپیما رو پرونده بچه تو رو کشته، تو پول گرفتی، هر چی که خامنه ای گفت ازش قبول کردی، هر چی که خمینی گفت ازش قبول کردی، دیگه این فکر رو نکردی که این ضررش به تو هم میرسه. این دنیا یک میز گرده، از این ور چیزی بدی از اون ور بهت میرسه. به هر حال الان این حرف مطرح است، من میدونم که دروغه، ولی این حرف، من میدونم این حرفی که الان دارم میزنم به ایرانی ها، این حرف درست نیست که عمدن این هواپیما رو انداختن. این رو من نمیتونم قبول کنم، برای اینکه هیچ فایده ای برشون نداشته. آدم باید منصف باشه در دشمنی هم. منتها این رو میتونم که غربیان بیچاره گناه ندارن، اونا یه چیزی رو نمیدونن. اون که این شک میکنه به دولت ایران که چرا این هواپیما رو با موشک یه متری اشتباه گرفته، هواپیما که داره میره بالا با موشکی که میاد پایین اشتباه گرفته، اون میگه حتما عمدی بوده دیگه. اینه نمیدونه که این کشور اینجوری فساد داره که مثال طرف که جارو میکنه رو اونو میاره میکنه فرمانده سپاه. همین آقای هاشم، آقای قاسم سلیمانی کجا درس خونده بود؟ آقایون عزیزان، انسان که دکتر میشه مگه نباید درس بخونه؟ جنرال از همه بیشتر باید درس بخونه، دانشگاه جنگ باید بره، هزار یک فوت و فن باید یاد بگیره، باید سربازاشو به کشتن نده. من یادم میاد تو جنگ ما که بالاخره یه موقعی طرفدار بودیم، تو جنگ ایران عراق رفته بودیم جبهه سومار. در جبهه سومار یه روزی آخوند، ما خط مقدم بودیم، از خط مقدم هم جلو بودیم. یعنی فکر کنید مرز ایران، اگه نگاه کنید توی نقشه، هم مرز ایران در یه جای به صورت 8 در میاد از طرف ما. خب 8 که در میاد، ما اون بالا نقطه آخر 8 بودیم، این دو طرف ما هم جلوی ما که دشمن بود عراقی بود، دو طرف ما هم عراقی بودن، یعنی سه طرف ما محاصره بودیم، یه طرف خود ما بودیم. باز یک آخوندی راه رو گم کرده بود، اومده بود به بازدید جبهه برای یک ساعت. ما تو خط مقدم نشسته بودیم شب و روز. خط مقدم اینطور خط مقدم که مقدم بود دیگه، صدای عراقی‌ها رو می‌شنیدیم وقتی وقت برایشون غذا میومد، برای ما هم غذا میومد، برای اونا میومد، هله هولاشون رو می‌شنیدیم، اینقدر نزدیک بود. باز این آخوند که میومد اونا از این طرف می‌دیدن، از بالای هشت، نه از این دو طرف. وقتی که آخوند میومد اینا می‌زدن و همه مردم بچه‌ها ناراحت بودن، خصوصا اون سربازای قدیمی که باز میگه آخوند اومد اینا امامش تشخیص میدن میزنه. ما که معلم امور تربیتی بودیم، یک به اصطلاح خود از نظام میدونستیم، نمیترسیدیم از آخوند. یکی من گفت بابا این آخوند که اومد اینا زدن شروع کردن با توپ، یکی بزن دو تا بزن، تا آخوند از سنگر میومد بیرون اونا میزدن. صداش که میزد یک سرهنگ باش بود، سرهنگ می آوردش تو، یک سرهنگ ارتشی باش بود، یه چیزی درس خونده بود. چیکار کنه، اول انقلاب بود، بیچاره مجبور بودن با اینا. آخر من گفتم جناب آخوند این عمامت وردار اونا میبینن. گفت میبینن، چشماش در اومده بود. عمامه رو معذرت میخوام زیر پاش گذاشت، اگر نگم کجاش گذاشت، از ترس مرگ دیگه. خلاصه وقتی رفتم همه خندیدن که ببین چطور ترسیده بود. ولی من میخوام بگم این سرهنگه نترسید، مثل ما، حتی از ما هم که بلد نبودیم دیگه، اومد بیه. چون میدونه که هم سر مستقیم سر جا نمیخوره، درس خونده، توپ داره میزنه دیگه. باز 72 تا ما میشوردیم این توپ میافتاد، اونم حتما میدونست که باید کی داخل بیاد، صدای توپ میشنید. اومد بیرون نگاه کرد که میگه چرا اینقدر دقیق میزنه. نگاه کرد گفت آقا این کنسروایی که شما خوردید اون بالا گذاشتید روی توپ، روی تپه انداختید، این میگه از اون گرام میگیره، نور بهش میخوره، از اون گرام میگیره، شما رو میزنه، شما باید اونو با خاک بپوشونید. خب این چیز به این سادگی رو ما نمیدونستیم. اینم تازه سرهنگ بود، جنرال بود، همه چی رو بدونه. خب تو قاسم آقا چه کی جنرال کرده؟ خب قاسم سلیمانی که جنرال شد بچه خالش میکنه فرمانده سپاه، فرمانده سپاه که شد او یکی دیگر میکنه فرمانده همین ضد هوایی، میزنه هواپیما رو با موشک اشتباه میگیره.
فکر جون خودش است دیگه. اونو بهش گفتن آقا ما زدیم شد آمریکا بزنه، فکر چیزی دیگه نیست. خب این کی تقصیر داره؟ کسی که از اینا حمایت کرده. شما که زهبه در ولایت هستید اینجوری هم چوبشو میخورید. این هم بدونید، ببینید خداوند با هیچ کس شوخی نداره. یا ایها الناس، ای مردم، انما بخیوکم علا انفسکم، علا انفسکم، تخیان شما بر ضد خودتون میشه. گفتم میز دوره، از این ور تو گرفتی، از این ور از ضد خدا میگیره. گفتی من امکانات میگیرم، به من چه که من مثل محمد نوریزاد برم تو زندان، مثل که الان تو زندان است، در بین مرگ و زندگی است. نه به عقیده مصنحیشی، یک کارگردان از یک فیلم ساز است، ولی که هزینهش میپردازه که بچهش نمیره. و زنشم بیچاره اومد اونم گرفتن تو زندان کردن. در که اومد بگه شوهر من دارید میخوشید و خب مریضه ببرید دکتر، تو زندان که هست. اونم بردن یک ساعت بعد. خب این از این ور حالا داره یک قربانی میده، از طرف دیگه میگیره. و شما که از این ور گرفتید، از اون ور دادید، میز گرد این دنیا. و الله میفرماد که طغیان شما بر ضد خود شماست. لذا حالا باز دیگه بعد از مردن شما رو میبره کنار قبر دفن میکنه. خب من حرف زیاد زدم برای اینکه بیشتر بدونید که این خانواده ها چیکار کردن. گفتم من هدفم نیست که نمک بپاشم به زخم اینها، ولی این حقیقت نگی باید مردم بیدار شن که ببینیم ما از کجا داریم میخوریم. ما داریم چوب کارهای خودمون رو میخوریم. بابا جان هر کسی دیگری شما که بی خود هیچی بهش نگی میگه که من فرعون میشم دیگه. هر کسی دیگری که شما ازش بازخواست نکنی، خب میشه خامنه ای، میشه خمینی، میشه شاه، میشه فرعون. این ما هستیم که فرعون میسازیم، فقط به خاطر اینکه میگیم آقا امروز بذار بگذره. نمیگه که امروز بگذریم حساب. خداوند جل جلاله یک نامش حسیب است، ولکن نیست، حساب میکنه باهات. اگه تو دنیا نکنه تو آخرت میکنه. ولی تو دنیا ما میبینیم و مبالغه که این عمر ما گذشت، چیزایی در این دنیا دیدیم تعجب کردیم که تو همین دنیا قبل از آخرت خداوند حساب میکنه. شما فیلم اول رو ببینید که آقای حاجی زاده، یعنی کسی که اینا رو کشته، فرمانده سپاه، تیر مستقیم به اصطلاح زیر دست این بوده، میره خانه یکی از همینایی که به اصطلاح احتمالاً ذوب در ولایت هستن. البته پدرش بچهش مرده دیگه، انسان هست دیگه، یک انتقادی میکنه. ولی ببین خواهرش چی میگه، بوش گوش بدید. گفتم که خود چیز شدم، بعد خب فکر کردم، گفتم که خب چرا پروازا رو لغو نکردن؟ یعنی یکی از غفلت‌های بزرگ بود که ما صدمه خوردیم از این سمت. باز تسلیت عرض میکنم و من خدمت شما عرض بکنم، من هم دختری دارم همسن فاطمه خانم، یعنی واقعا درک میکنم. همسن هم ایشون بود و این شرایطی که الان شما دارید کاملا برای ما قابل درکه و ما شریک غم شما هستیم، تسلیت عرض میکنیم. ایشون دارن خدمت میکنن به ما، ایشون امنیت من و بچم و همسرم رو دارن برای این مملکت فراهم میکنن. برای چی باید از ایشون دلخور باشن؟ ایشون اگر که اینقدر بزرگ منشی و شرافت براشون نبود که نمیومدن بگن ای کاش مرگ من میرسید و من این خبر رو نمیگفتم. با این من نشون میده این حرف ایشون که ایشون هم منه، خودش از من جدا نمیدونه. اوقات ما این روزها خیلی تلخ. بله میبینید که حتی بعد از مردن هم دارن ازش طرفداری میکنن. این عکس رو اگه اتاق فرمان بتونی بزرگ کنی که به بینندگان نمایش بدم، این عکس میدونین چی است؟ میخوام بگم که از این بدترم میکنن با شما که شما رو زده، باز میگه که این داره از جون من حفاظت میکنه. بابا اگر این کانادایی‌ها نمیگفتن اصلا هیچ شما رو آدم هم حساب نمیکرد که ذوب در ولایت هم هستید. این کانادایی‌ها بودن که گفتن که میگه زای چیز خودت، تقصیر خودتون بود، نه به شما بیمه میداد، نه به شما دیه میداد. برای اینکه اصلا میگفت که خر ما از کرگی دوم نداره، این هواپیما رو میگه ما که نزدیم اینو چی زد. وقتی که آمریکایی‌ها فیلمش در آوردن، کانادایی‌ها گفتن که بیا ببینم تو داری چی میگی، به شما که اهمیت نداده، تو بازم میگی این داری جون من رو حفظ میکنه. این چیه؟ این منیات دوران صفوی انداخت. یه همین جور بود. شاه عباس اول وقتی که پسر 19 سالش میخواست بکشه، پسر خودش میخواست بکشه، یکی از همین قزلباشا رو گفت که برو پسر منو بکش. اون پا خودش انداخت زیر پای پادشاه، گفت پا من این معاف کنه از این کار من. شما امروز عصبانی هستی، باز فردا میگی که چرا کشتی. پایشا رو بوسی تا پاو ولش کرد. یکی دیگر منصور بیگ به نظرم بود، به اون گفت که تو برو بکش. ذوب در ولایت بود این آقای. ذوب در ولایت رفت
پسر ایره گرفت گفت که صفی اون داشت از حموم میمد با یک سوار اسب بود یک غلام داشت گفت بیا قبله عالم گفته من باید تو رو بکشم قبله عالم گفته باید تو رو بکشم تا بچه تکون بخوره گرفت کشتش و جسدش هم انداخت رفت وقتی پیش شاه عباس برگشت شاه عباس گفت که جگر منو سوزوندی کشت خودت گفتی بکش منصور بیگ نه اینجوری نگفت گفت منصور بیگ روزی که حالش خوب شد گفت منصور بیگ برو پسرتو بکش قلبشو برای من بیار فرعونی که وقت بدی اینجوری هم میکنه رفتش عرضم به حضور شما که قلب پسرش آورد کشت آورد چون میدونست که نیاره هر دوشونو میکشه یه جا باید جلوی حاکم بیستی اگر ظلم میکنه این عکس دیگر شما الان ببینید این عکس بیارید این عکس زمان شاه صفی است که شاردن این عکس رو با یک نقاش کشیده عکس حقیقی است نقاشی کردن اون پیرمردی که میبینی داره دماغش میبرن حاکم قم بوده یک مالیات چیزی بسته بوده بر چیزی شاه صفی گفت اینو بیارید مالیات بسیار بر هر میوه‌ای که داخل میشده عصبانی شده گفت اینو بیارید گفته که دماغ و گوشش رو قطع کنید اما به کی گفته قطع کن به پسرش گفته پسرش اون داره پسرش این کارو میکنه پسرش رو دستور داده که تو دماغ و گوش و زبان پدرت رو قطع کن و اونم قطع کرده چرا اگه نمیکرد خودشم میکشتن میگم که شما که نپرسی که بابا چرا این کارو کردی بگو الان ما رو یعنی واقعا آدم عصبانی میشی که اگر کانادایی‌ها نگفته بودن شما که نمیفهمید با اینکه شما زوب در ولایت هستید بازم براتون هیچ فایده ای نداشت و این عکس دیگه ای هست که بازم از همون دور است فکر نکن آدم که تو در طرف داره اینم اگه بیارید لطفا فرمایید کم بزرگ کنید این عکس شاه صفی است که بچه های عمه خودش رو سرش بریده عکس های حقیقی است و گفتم نقاش های حقیقی است سرش بریده آورده داره به عمه خودش نشون میده این فکر نکنید که ما در دستگاه حکومت هستیم بنسبت دیگه حرف خوبی زده بود که در دستگاه حکومت هستیم ما ضرر نمی کنیم حتی که پسر دختر شاه عباس دیگه این حتی که دختر شاه عباس هم بسی زمانی که برگرده شما رو میزنه وقتی قانون نباشه وقتی که زوب در ولایت باشید و اگر قانون نباشه حالا فرض کنید مثلا این آقای کانادایی ممنوع تافران اگر کانادایی همین آقای کی اصلی نخست وزیر کانادا اگر نپرسه قانون یخشه میگیره فکر نکنید که اینقدر دلش میسوزه قانون رعایت نکنه فردا باز تو مجلس میره میگه آقا تو چرا پیگیری نکردی ولی در کشور ما مسئله همش به روی روابطه برای همین است که خلبانم میتونه تر نفر دو نفر تقلبی باشه آقای خمینی وقتی که حکومت میکرد قانون زیر پا گذاشت و یک بار دستور داد کسایی که تو زندان بودن اونا با هم عقیده من نبودن که بابا یا کمونیست بودن یا مجاهد خلق بودن هیچ کدومشون هم عقیده من نبودن اما ظلم به سرشون شده بهشون زندانی داده 6 سال اول داده عصبانی که شده گفته همشونو بکشید سال 67 قانون زیر پا گذاشته در حالی که پیامبر ما یک جمله مشهوری داره یک زنی رو کاملا برای پیامبر ما ثابت شده بود که این زن زنا کرده شوهرش اومد شکایت کرد گفت من دیدم زن گفت نه من این کار انجام ندادم گفت قسم بخور زن قسم خورد تموم شد دیگه ولی برای پیامبر ثابت کامل شده بود ولی بازم پیامبر فرمود اگر من میخواستم به غیر قانون یکی رو بکشم این زن رو میکشتم ولی قانون رو نمیتونم اجرا نکنم یعنی پیامبر خدا برای ثابته که این زن زناکاره اما طبق قانون اون زن خودش رو نجات داده آقای خمینی به یک قلم کشت چی کارش کردن عوضش؟ پسرش رو کشتن احمد خمینی رو که کشتن کسی تونست جرأت همین عظیم خاندان خمینی مثل خاندان خمینی مثل خاندان همین عکس دوباره بیارید خاندان شاه عباس دیگه سر بچه‌هاش بریدن نتونست بگه آقا یه پرونده ببین باز کنی که من قوامای وکیل بگیریم یه قاضی بیا تحقیق کنه نه از این بالاتر رفسنجانی که نفر دوم نظام بود وقتی که بالاخره میگن کشتنش ما نمیگیم کشتن یا نکشتن ولیکن اگر این توی یه کشوری مثل کانادا باشه که قانون رعایت میشه 10 فایل براش باز میکنن 10 پرونده براش باز میکنن تا ثابت نشه ول نمیکنن حالا نمیبینی به آقای ترامپ میبرن دارن استهزاء میکنن در حالی که کارش 1,000,000 کار خلافی نیست که آقای خمینی و خامنه ای انجام میدن ولی چون که قانون داره ولش نمیکنن یعنی همین که کشیدنش دارن محاکمش میکنن و میتونن برکنارش کنن رفیقاش هم اگه عصبانی بشن میتونن برکنارش کنن چون قانونه و اون بیچاره تاجر بوده نمیدونسته که قانونای کشورش اینقدر سخته
سیاسی رو نمیدونسته اینقدر، یعنی 100 سال دیگه هم دیگه این غلطو نمیکنه که به یک رئیس جمهوری حرف میزنه مواظب حرفش نباشه. و کی اینو گفته؟ خوب توجه کنید، این همون جاست. پدر اینایی که کشته شدن، مادر اینایی که کشته شدن، باید از این کارمند کاخ سفید یاد بگیرن. ما و شما باید یاد بگیریم. منم که دارم میگم، خدا میدونه قدرت به دست من بیاد همین اخلاق گند ما که حوصله نداریم هزینه کنیم قربانی بدیم در ما میمونه یا نمیمونه. دعا میکنیم که نمونه. تلفن یکی از این مامورین امنیتی که اونجا نشسته بود که خلاف قانون حرف زده، رفت به رئیسش گفت، رئیس هم به مجلس گفت. میتونستی که خب به من چه، این رئیس جمهور مگه این رئیس جمهور نم اینقدر پر رو رئیس جمهور رو کسی میتونه جلوش وایسته؟ نه، حتی رئیس جمهور گفت یه آدم من نشان بدید، یعنی حق نداره اینو بگه. ولی من اینقدر عصبانی شده بود، اما بلند شد حرفشو زد. حرفش که نزنی خلبان تقلبی میشینه، خلبان تقلبی نشینه پداوند ضد هوایی تقلبی میشینه هواپیمای تو رو میندازه. حالا لطفا کلیپ بعدی رو بدین که اصلا دفاع میکنین بابا از حکومت داره که بچه‌هاش کشته شدن. نگاه کنید شونو به دست بیارن و انشالله به گونه ای عمل بشه که کسی از این حادثه ای که حالا طبق بررسی هایی که شده یه حادثه سهوی بوده کسی سوء استفاده نکنهشون. خدماتی که عزیزان ما در کشور انجام میدن چیزی نیست که با یه حادثه تحت شعاع قرار بگیره. البته طبیعی است و بعضا اشتباهاتی خب صورت میگیره، فقط هم این بخش نیست که ما شاید دچار اشکال و اشتباه بشیم، بنده هم شاید در محیط دانشگاه دچار اشتباه بشم. و اینکه ما تمام ارزش هامون رو در مقابل یه حادثه ای که پیش آمده این رو ارزش ها رو نادیده بگیریم مقدار ناعادلانه است. عدالت خوب همیشه توی همه امور رعایت میشه. اگر کسی که از ته قصه خبر نداشته باشه فکر میکنه که والله عجب حکومتی ما داریم، عجب طرفدارایی داره، بچه‌شو کشتن رو داره طرفداری میکنه، آفرینش میگه این حکومت. قبطه میخوره تو دنیا اگر مردم اصل قضیه رو ندونن، قبطه میخورن به چنین حکومتی. ولی آیا شما قبطه میخورید به حکومت صفوی که گفته برو بچه خودتو بکش، یا برو دماغ پدرتو ببر، جگر بچه‌تو برام بیار؟ این هم همون داستانه. چون اگر نیاره، اگر نیاره چی کارش میکنن؟ اگر نیاره هم بلا رو سر خودش میارن، سر بچه‌ش میبرن، سر خودش میبرن. و همین کسی بچه خودش کشته که منصور بیگ رفته قلب بچه‌ش برای شاه عباس برده و این کارو کردن. محمد نوریزاد که الان تو زندان تو قضای تو اعتصاب قضاست، یک بار توی تلویزیون که با ما صحبت میکرد، آقا رفته بود توی خوراک چیز، میگم میخوام تو ایران اینجور آدم هم داریم، دنبال دردسر است. رفته به خوزستان دیده که توی پادگان به یک سرباز تجاوز کردن، طاقتش نیومده بود. خیلی بده دیگه تو پادگان به سرباز تجاوز کنه، سرباز وظیفه. اینی مسئله علنی کرده. جوابش چیکار کردن؟ جوابش اومدن تو یک دونه چی پخش کردن توی روزنامه ها که محمد نوریزاد زنش شکایت کرده که با دختر خودش زنا کرده. فکر کن این بیچاره میگه من خونه میرم خجالت میکشم. مالا تو روزنامه ها نوشتن که محمد نوریزاد با دختر خودش زنا کرده. اینجوری پدرتو در بیارن؟ بعد مردم نمیدونه با اینا چیکار کنه. ولیکن هزینه رو تا ندی کار پیش نمیره. اما داشتم اینو میگفتم، اینا صادق نیستن در حرف خود. چرا؟ چرا؟ حسنی مبارک رئیس جمهور مصر رو برده بودن برای علاج به آلمان، برای درمان. دکتر آلمانی نمیشناسه، مثل ما شما بیکار نیست که همه رو همه چیزای کشورهای غربی رو میدونیم، اونا از ما چیزی نمیدونن. گفتن گفت این کیه؟ گفتم بابا این رئیس جمهور مصر 30 سال در چی بوده؟ پادشاه بوده، حاکم بوده. گفت دکتر هیچی نمیدونه ها، نمیشناسدش ها. میگه ولی حتما حاکم خوبی نبوده، رئیس جمهور خوبی نبوده. گفتن چطور اینو میگی؟ گفت 30 سال حکومت میکنه نتونسته یه بیمارستان بسازه که خودش علاج کنه. حالا سوال ما این است که شماها که اینقدر
زوب در ولایت خامنه خمینی هستید، بچه‌هاتون چرا میفرستید کانادا که درس بخونن؟ یا خیلی هاشون چیکی هم میگیرن که درس میخونن به طبیعتش. ببینید، من دارم اون مردمی نمیگم که از مجبوریت اینا رفتن، دست اینا رفتن، اونا که طرفداری نمیکنن، اونا رفتن، خب رفتن. این که هم اینجا میخوره هم اونجا میخوره، این دیگه مخلص نیست. اینه، نمیتونی بگی مخلصه که هم تو ایران میخوره هم تو اروپا میخوره، هم از دولت ایران طرفداری میکنه، هم اونجا میگه میخوام اسلام شیعه رو من چی کنم. تو چی گلی به سر ایران زدی که میخوای کانادا رو پیش ببری، کانادا رو میخوای مثل خودت کنی؟ و دروغ میگه، میرن اونجا چی میگیرن؟ تابعیت میگیرن. به چه دلیل شما اروپا میرید اگر واقعا این حکومت دوست دارید؟ خب چرا اونجا زندگی میکنید؟ آمریکایی اروپایی میدونی چرا براش میدن؟ من برای شما بگم. خب تو آمریکا مردم میگه آقا این آمریکا میگه من با ایران بدم، برای بزرگای بچه‌هاشون چی میده؟ احمد رضایی من پسرش رفت که خودکشی کرد یا کشتنش. خب اینا رو که میبرن اونجا میدونی که فردا رئیس جمهور اینا میشن. پارتی بازیه دیگه. فردا وزیر همین میشه. همونجا بالاخره میخرش. از 100 تا 4 تا که میخره آمریکا. برای همین میگه بیان درس بخونن. تو فکر نکنید که اونا نمیدونن. کمان که پسر رضایی رو چی کردن؟ همین که دست چپ رهبره حسین رضایی، آخر رفتن اون پسرش هم کشتن تو دبی. تو آمریکا بس دیگه بچه بود دیگه، نمیدونست که باید هر حرفی رو نزنه. منظور من این است که شماها که واقعا ذوب در ولایت هستید، این بچه‌هاتون تو غرب چیکار میکنه؟ باز با کدوم پول میرن؟ میگه سوگیدی تو داری به زخم مردم نمک میپاشی، حالا ول کن پولشو. ولی باید ما بپرسیم که شما با این تومنی که من میبینم که نمیشه رفت، اگه کارمند دولت هست یا بعضی از اینها تو بسیج هستن، حالا ما گفتم اسما رو دیگه نمیگیم، چیزی که خودشون فیلم دادن ما پخش میکنیم، بعضیشون رئیس دانشگاه است، بعضیشون نمیدونم معاون چیه، مدیر کل در یک وزارتخونه است، باز اینقدر پول نیست که آدم بچه‌ش خارج بفرسته. با این تومنی که من میبینم نمیشه، تجارت دیگه دارن، خب البته نوش جونشون. ولیکن بازم ما یه حرف طلبکارانه داریم، شماها برای چی تو ایران نساختین اینو؟ چرا باید برید اونجا درس بخونید؟ بعد 40 سال شما چرا نتونستین تکنولوژی رو بیارید؟ 40 سال شوخیه؟ همشون میره خارج درس میخونن، بازم اونجا میمونن. اون روز کانادایی‌ها میخندیدن که اینا میگه تو ایران بزرگ میکنن، ما میگن میگیریم برای خودمون. واسه کانادا چی داره که شما میرید اونجا؟ آقا کانادا از سال 69، ببینید، من اونایی که از دولت مخالفن رفتن، منم تو خارج هستم، اونا رو کار ندارم، ولی اونا دیگه طرفداری نمیکنن. اونایی که طرفداری میکنن، ذوب دل ولایت هستن و این روز این تاوانشو دادن، توبه کنن، نه اینکه بازم تعریف کنن. اونها رو دارم عرض میکنم که این کانادا از سال 69 1969، اینقدر این کشور فاسد بوده که روابط جنسی مرد با مرد، ازدواج مرد با مرد قانونیه، یعنی اولین کشور این بوده. این کشور چی داره به شما یاد بده؟ شما چطور که اسلام هم دارید در 50 سالی چی نکردید؟ 40 سال شده دیگه. هر کسی میبینه بچهش تو خارجه که آقا داره درس میخونه، در حالی که نه، میرن تابعیت میگیرن. و دیدی که امروز کانادا اینقدر برای افرادش ارزش قائل شد که به هر کدوم 25,000 دلار کانادایی داد هر کسی که مرده. یعنی واقعا شرم آوره. حتی ایرانیایی که اقامت داشتن داده بهشون. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای سجودی، من دارم با شما صحبت میکنم. بله، من خودم هستم، شما در استودیو هستید، بفرمایید. آقای سجودی، سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعا بفرمایید آقای سجودی. از پدرم، از برادرم شما رو بهتر دوست دارم. الله شما رو حفظ کنه، خداوند شما رو عزت بده. همیشه براتون دعا میکنم. متشکرم. خیلی ما خدمت کردین، خیلی چیزا ما از شما فهمیدین. استاد بزرگین برای شما. لطف دارید، شما لطف دارید، خواهش میکنم. واقعا شاگرد محمد هست. شما لطف دارید، خواهش میکنم. خواهش میکنم که مطلب اصلیتون رو بفرمایید، اگر مطلب دیگه ای دارید از لطفتون بی نهایت ممنونم. روچشم آقای صادقانه، شما رو به خدا از آقای انصاری، استاد سلیمانی، اینا یه خبری به ما بده، ما خیال ما راحت میشه. متشکرم از شما، خداحافظ. آقای انصاری به سلیمانی، بله ممنونم، خداحافظ. شما منظورتون نمیدونم از آقای انصاری، آقای انصاری که تو شبکه وصال بودن،
خوب هستند و به خیر و سلامت و کامل هستند و از عزیز خدای سلیمانی اطلاعی نداریم. انشاءالله ایشون هم اگر خدای نخواست خبری بدی میبود حتما با ما میرسید، حتما در خوشی هستند. معمولا خبرهای بد نمیرسه و خبر خوب نمیرسه، بد میرسه و به همین دلیل است که در راحتی و خوبی هستند. از لطفتون ممنونم. خب حالا ما رسیدیم به اینکه اینا چرا در خارج درس میخونن. حالا اینم کاری نداریم، اینو میگیم که آقا دیگه اینو دیگه گفتن نداره، باید شما ببینید کلیپ شماره 4 رو ببینید. یعنی همون چیزی که خودشون انجام میدن از ما میگن که شما باید این کار رو بکنید. نگاه کنید، جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه. اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه بره اونجایی که رفاه هست. کی رفته اروپا؟ من رفتم. من که از مجبوری خود رفتم. پدرم مرد، نتونستم سر جنازش باشم. مادرم وفات کرد، نتونستم باشم. من که به دلخواه خود نرفتم. شما ها که دفاع میکنید چرا رفتید؟ چون میگه هر کس میگه دوست نداره بره. خب شما رفتید، همتون شناسنامه دو تا کشور دارید، حتی بعضیتون نمیتونه بیرون کنه، گرین کارت نمیدونم چیزای دیگه دارید. تعجب در این است که جرمی که خودشون مرتکب میشن و از ما میخوان که شما میگه دوست ندارید برید، پس معلومه که شما دوست ندارید. این همون حرفی است که عرض کردم به شما که گفتم این آدم ما دخترش هم مرده، بچه پسرش هم مرده، باز میاد تعریف میکنه. غربی ها که بشنوه میگه والا کاش مثل اینا ما پیرو میداشتیم، طرفدار میداشتیم. ولی این حقیقت این است که خودشون خارج رفتن. ببین این چی میگه. و اینجا یک داستان بود میگفتم ولی چون بیننده ای پشت خطه بذارید که بله بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم جناب عزیز. سلام جناب آقای رضایی عزیز، حالتون چطور قربان؟ سلامکم الله انشالله. خوبی دوستا؟ ممنون، متشکر، الله شما رو حفظ کنه. ما پیش شما یه عذرخواهی به شما بده کاریم. البته مثل عذرخواهی اینایی نیست که حرفای ما رو سقوط دادن، سرنگون شده. این است که هفته پیش به دلایلی، نمیدونم که دلایل بازم بگیم فنی بود یا مشکلات دیگه بود، با اینکه من در استودیو بودم برنامه اجرا نشد که ما خدمت شما برسیم برای مناظره. خواهش میکنم جناب استاد سلامکم الله. موردی نداره. حالا یه برنامه از استاد عمرها گذاشتن، برنامه های پنج شنبه تکراری شد و حالا همینقدر که برنامه های حضرت عالی هست و برنامه های زنده دارید و این فیس فعلا هست که تلفن هست و میشه تماس گرفت، فعلا باید به این بسنده کنیم تا انشالله هر نعمتی رو ما قرارش به خداوند انشاءالله برامون گسترش بده. شما لطف دارید که این نعمت میدونید، الله شما رو خداوند به بهشت ببره و اشتباهات من و شما رو اصلاح کنه. نگفتم اشتباهات شما که ناراحت نشید، هر انسان اشتباه داره، از من و شما رو اصلاح کنه و هر دوی ما رو به بهشت ببره و همه بینندگان عزیز ما رو. بله امری دارید الله بفرمایید. بله نعمت از اون باب میگم که خب به هر حال انقدر که حضرت عالی زمینه رو مساعد میکنی که مخاطب بتونه صحبت رو بکنه و وقت میدی و از این نعمت باید استوال عبابی کنم. بله متوجه شدم که این خود برنامه رو نعمت نمیدونید، چون بالاخره پیرمردی هستی که هوشیار و با توجه هستی و نکته منو گرفتی که نخواستی که عطای دست کسی بدید. به هر حال من در خدمت شما هستم، الله شما رو حفظ کنه. بفرمایید. در تلیه به مطالب دون یه مقطعش فرمودید که خاتم المرسلین در اون قضاوت با اینکه علم بر این داشت که اون خانم اون بانون علی عزو بالله اون فضیه رو مرتکب شده است، ولی وقتی قسم خود رسول خدا به قسمش بسنده کرد و این رو ازش پذیرو. نمیدونم این روایت کجا نقل شده است، یه مقداری منو در تردید گذاشت. برای چه؟ رسول خدا شده بر. در این که وقتی رسول خدا فقل عملو فسیر الله عملکم و رسوله، وقت رسول خدا میبیند، مگر این که جناب استاد در چیز قضاوت هست که قاضی با علم خودش و به اتکای علم خودش و به مستندات مشهودات خودش نمیتونه رأی صادر کند و
بعد من باید برای صدور رأی برای متهم شهود باشد و دست هم یکی از ابزارش که قاضی تو دست قاضی هست، یکی از ابزارشه. ولی رسول خدا شاید محتاطانه به خاطر اینکه این فتح باب نشود که قضات بر مشاهدات خودشون در آینده اینا بخوان قضاوت کنن و استناد کنن بر همین مسئله که رسول خدا، اگر روایت صحیح باشد، رسول خدا هم بر علم خودش استناد کرد و به قسم این خانو اعتنایی نکرد یا به شواهد شهودا بینم و سندره کرد و بر علم خودش که آگاهی داشت که این خانوم این به این ولی مبتلا تو رو همزد، شاید از این بابت بود است. وگرنه علم رسول خدا بر موضوعی همون علمی است که خدا داشته باشد، فرق نمی کند. وقتی خدا جواهی بدهد، رسول جواهی بدهد، عالم باشد برای موضوعی خدا و رسول، مثل عالم بودن خدای عظیم و شأن است. این شما دارید نه درست نیست، شما این رو از نقطه نظر شیعه ها میفرمایید، ولی که در نقطه نظر ما، پیامبر ما عملی رو که در مخفیانه مردم انجام میدادن نمیدیده. مثال ما، کتاب های ما پر است از این مسائل. مثلا در داستان مشهور حضرت عایشه که تهمت خورد، پیامبر ما هم حضرت عایشه رو به شک کرد، اگه عایشه کاری کردی بگو، و حضرت عایشه عصبانی شد، گفت میگه من دیگه با شما هم صحبت نمی کنم تا خدا براءت من رو نازل کنه. لذا این اولا این مسئله حل کنیم که غیب نمیدونسته. اما در مورد این خانم، این حدیث صحیحه در مسلمه به احتمال 99%. این خانم بر اساس شهود، مثال این مرد آمده گفته که ما با من زنم دیدم، یک مردی از وقتی وارد خونه میشدم یک مرد فرار کرد. باز پرسیدن اون مرد چجوری، گفت موهاش وزوزی صورتش سیاست. باز بچه‌ای که زن به دنیا اومد مثل همون مرده بود و این مرد لاغر و زرد بود. مثلا این دلایل برای پیغمبر ثابت کرد که این زن و حتی ممکن از حرکات زنم فهمیده باشه. اما قانون قانونه، تا قانون باید رعایت کرد. این یعنی پیغمبر ما بر اساس شهود فهمید، ولی قانون نمیتونست این شهود رو ببینه. یعنی مثال شما یکی رو میبینی زنا کرده، میدونی که این زنا کرده، برای تو 100%، ولی تا 4 نفر نبینن که قانون اجرا نمیشه. قانون قانونه، متوجه شدید؟ اجازه میدی اصلا خداحافظی کنم باز روز سه‌شنبه تشریف بیارید؟ مورد نداره. اجازه من اینا بگم، من چیزی که من رو چیز کرد که زنگ بزنم سوال کنم، شما فرمودید که رسول خدا علم بر این داشت که این خانم به این بلیه مبتلا هست. علم شهود داشت، علم شهود داشت، یعنی به تو عرض کردم به این دلایل فهمید دیگه. وقتی شما میبینی که او بچه تشبیه همون آدمی آمده که او مرده ادعا کرده، خب دیگه مثل این چیزا دلایلی داشته، متوجه هستید؟ بله، موردی ندارد استاد. این رو اخیراً اشاره فرمودید، حالا انشاءالله من سه‌شنبه محضر حتما تشریف بیارید. خدا الله حافظ، الله حافظ شما. بله، ممنون آقای رضایی. سلام عرض میکنم بیننده عزیز، بفرمایید. الو. بله بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای رضایی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشید. متشکر، در خدمتیم. بشین، بینندگان صدای شما رو میشنون، بفرمایید، خواهش میکنم. آقای رضایی، من شما یه انتقاد دارم، گله دارم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. قطع شدن. ما دروغ نگم، والله که مشتاق بودم که انتقاد شما رو بشنوم. امیدوارم که دوباره وصل بشید و بگید انشالله. خب ما داریم که امینو داشتم عرض میکردم که اینا خودشون تشریف میبرن اروپا و اونجا زندگی میکنه. باز میگه کسی نمیخواد جمع کنه بره، خب رفا رو میخواد. شما چرا اینجا نمیشینید؟ شما چرا رفتید؟ و عرض کردم بسیار خیلی از اینا درسایی که میخونم به هیچ دردی هم نمیخوره، یا اگه به درد بخوره مگه تو ایران نیست؟ پس معلوم است که عرضم به حضور شما، خودتون این مملکت رو دوست ندارید. همتون دو تا پاسپورت دارید. من از کسایی رو میشناسم که اصلا چمدونشون فقط جمع کرده، 4 تا بچهش خارج فرستاده، 3 تا بچهش خارج فرستاده. این طرفدار حکومت نیست، باز در وقت سختی معلوم میشه. ولی که داشتم اینو میگفتم عموما، که خلاصه حرفم این بود، نمیخوام نمک بر روی زخم مردم بپاشم، خودم پدر هستم، خودم درد میدیدم، هم درد به اصطلاح مردن بچه رو، و هرگز خوشحالم نشدم. ولی که مسئله این است که شما خودتون به دست خودتون، اقتصاد برای اون بقیه اگه تصادف بوده،
اونایی که به اصطلاح با حکومت نبودن، اونایی که با حکومت بودن خودشون این حکومت نصب کردن که لیاقت نداره حتی تظاهرات چی کنه. همونایی که رفتن در تظاهرات آقای سلیمانی، خب حکومت برای این اصلا ارزش قائل نیست. کسی اونا رو یادم از یادم نمیاره. 60 70 نفری که مردن له شدن. برای چی له شدن؟ برای اینکه میخواد جمعیت زیاد نشون بده. آخه بابا چوب که نیستن، در خیابونای تنگ برده. خود فیلم بگیره دیگه، برایش مهم نیست. من باز گفتم شاه عباس وقتی میرفت مشهد برای زیارت میرفت، باورتون میشه؟ زندگی شاه عباس رو بخونید، پیش شیعه مقدسه. صفویت پیش شیعه مقدسه. شما خبر دارید که عرضم به حضور شما روزی رو به نام روز استقرار صفویت در ایران به عنوان در تقویم ایران داخل کردن، همین امسال بی سر صدا در ماه آبان؟ خبر ندارید؟ پیش این آخونده صفویت مقدسه. چرا؟ برای اینکه همین مشهد رو آقای شاه عباس ساخته، هنوزم اون گنبدی که از شاه عباس ساخته، همین شاه عباس که در راه مسجد میره طرفدارش نوشتن تا بدونی که مردم براشون ارزش نداره. میرفته طرف مشهد، در راه تصمیم گرفته شکار کنه. زمستون بود یا هر چی که بوده، مردم گفته که شما شکار اینجوری میکردن که مردم یک حلقه انسانی درست میکردن، مثلا مردم همه دیهای اطراف جمع میکردن، فرمان شاه بود دیگه، شب و روز باید یک حلقه انسانی درست میکردن، حیونا رو هی میدادن، میر رم میدادن طرف شاه که این شاه با تیراندازی کنه. شاه اینقدر تنبل بود که نمیره با اسب بگرده شکار پیدا کنه. و نوشته شده یه دفعه در سوادکو یا در کجا نمیدونم در طرفهای گیلان هزاران نفر مردن، هزاران نفر. شاه عین خیالش هم نبود، همینطور که شاه امروز شما عین خیالش نیست که 67 شما مرد. یک ما از چیز تحقیق هم نکرد که چرا مردن، که دفعه بعد که تظاهرات حکومتی باشه نمیرن، بلکه شما رو آدم حساب نمیکنه دیگه. گفتم اگر همینایی که الان طرفداری میکنه، همین که الان میاد باید از خجالت بمیره که دخترش یا پسرش مرده، به دولت ایران داشت پنهان میکرد، دلش فرانسه برای چی برش سوخته؟ و عجیبه که دولت کانادا برای اینا پول میده. خبر دارید؟ دولت کانادا گفته فامیلاش هم میتونن تشریف بیارن پیش ما. حالا فامیلش نگاه نمیکنه که ذوبه در ولایته. 25000 دلارم دلار کانادایی هم برای هر کدومشون میده برای اینکه بتونن برن بیان اگه تشریف جنازه تو کانادا میگیرن. خب این دولت شما باز میگه که بعد اون دولت میگه خوبه؟ بله. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقای سجودی من دوباره مزاحم شدم، ببخشید. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، میخواستم اینو بگم که اینا در حادثه مناب شرع تبلیغ کردن که اینا مدیریت چنان خودشون در یک عزای معمولی این همه نفر رو بکشتن دادن. بله. خواهش میکنم. خدا به شما. شما اشاره کردید، متاسفانه اینم به شما بگم که اشاره کردید، بدونید که از دولت سعودی دفاع کنیم یا از نظمش خوشحال باشیم که منظم هست یا نیست، اما اشاره کردید به حادثه منا. الله شاهد است که در اون حادثه هم اینها مقصر هستن. یعنی چون که میخوان که سعودی رو بدنام کنن، ولی دیگه خداست دیگه، گفتم میز گرده، میز گرد، میز گرده، از این ور که بزنی از اون ور میاد. ولی فکر نکردن که این بر نفر خودشون هم بکشتن میده. نفرایی که به اصطلاح این کارا رو کردن به احتمال 90% الا 100% نمیگیم، چون هر سال من دارم تحقیق میکنم، تعقیب میکنم مسائل رو. هر سال که حادثه میشه چی میشه؟ یک سال خود ما در منا بودیم، منا آتش گرفت. چی؟ عرفات آتش گرفت. عرفات یا منا آتش گرفت؟ منا به نظر من آتش گرفت، عرفات یادم رفت. خلاصه اون وقت شیعه منا آتش گرفت، اون وقت شیعه میرفتن عرفات. خب میتونه خیمه رو آتش بزنه. و دولت سعودی سال بعد اومد همه خیمه رو نسوس کرد، گاز ممنوع کرد. متوجه هستید؟ اونم این است که برای هیچ اهمیت قائل نیستن. اولین بار در تاریخ در کعبه خونریزی شد یا نشد؟ این حکومت باید این کارا رو کرد، چون برای این حکومت کار خودش مهمه. بله بفرمایید. خواهش میکنم. بیننده عزیز سلام عرض میکنم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. بله در استودیو هستید، من سجودی، صدای شما رو بینندگان میشنوند، بفرمایید. سلام علیکم آقای سجودی، شما خودتان هستید؟ بله من خودم هم، بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید آقای سجودی، یه سوال قرآنی داشتم قربانت. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای سجودی معذرت میخوام، زمانی که آقا حسین ابن علی که رفتن که با
بیعت میکنن که نامه براشون نوشتن که بیعت میکنن. بله. از موضوع شما فرمایش کردین، یعنی شیعه های اون موقع، یعنی اون موقع شیعه بود مثلا نامه های مال شیعه ها بود که براش نوشتن، اون موقع منظور از شیعه چه بود؟ یعنی کجا واقعا منظور از شیعه چه بود؟ مثلا شیعه اصلا اون موقع هی بود اصلا؟ نه ببینید، منظور از شیعه، بله بله خواهش میکنم، من برای شما عرض کنم، من قطع میکنم، قطع کنین، بله بله بله، خدا خدا حافظ شما، خواهش میکنم، خدا حافظ شما. خلاصه براتون عرض میکنم که شیعه به معنایی که ما میشناسیم در اون دوره نبود. شیعه ما هستیم، شیعه علی ما هستیم، اونها مدعیان شیعه بودن. شما نگاه کنید، حتی من تو این شبکه ها دیدم، آقا خدمتی دیگران رو دیدم که حتی اینقدر متاثر میشه که قصه حسین میشنوه گریهش میگیره، گریه بی اختیار، نه اینکه خود بزنه. ما پیرو به حسین هستیم و دوستار حسین هستیم، ایشون بچهای ما حسین است یا حسن است یا عباس است یا غیره. مسئله مدعیان دوستی اهل بیت، مدعیان دوستی اسلام، بله بودن، همونایی که حضرت حسین رو به کربلا کشوندن که بیا خلافت بد میدیم و تنهاش گذاشتن. حضرت حسین که با زن بچه میره فکر میکرد زیر پاش فرش قرمز پهن کردن، و اونها شیعه هایی بودن که دروغین بودن، کما اینکه حضرت حسن رو همینطور اذیت کردن، کما اینکه حضرت علی رو هم آزار دادن، و کوفه بدنام بود در طرفداری از اهل بیت، مدعیان اهل بیت بودن، کما اینکه الان داشتم عرض میکردم عزیز من به شما که اینا مدعی اسلام هستن. در سالی که در کعبه خونریزی شد، دولت عربستان، من یادم میاد دیگه اون سال، دولت عربستان اومد به کشورهای دیگه که مثلا با ایران رابطش خوب بود، مثل پاکستان و 6 کشور دیگه، گفت که بابا برید بگید ما دیگه بسه، نمیذاریم مثلا شما تظاهرات کنید، بسه دیگه، شما تظاهرات میید تو کشور ما تظاهرات میکنید، بس بر ما خطر مثلا نابودی هستش، امسال نمیذاریم. اون سال آقای خمینی، آقای چی اومد، آقای من یادم میاد ضیاءالحق اومد با 6 نفر دیگه پشت خمینی نمازم خوندن که بابا امسال طرف به شما اخطار جدی داده ها، چون در تاریخ خونریزی نشده در وقت حج در کعبه. خمینی گفت که امسال بیشتر کنید، همین کروبی که الان در زندان است خدا بیشتر ذلیلش کنه، که خدا میدونه زندانم است یا نیست، به اصطلاح خوابوندنش اونجا که در وقت مناسب بیارنش بیرون شاید انقلابشون نجات بده. همین رئیس الحجاج بود، همین رئیس الحجاج بود، اون سال بیشتر تظاهرات کرد، در حالی که دولت عربستان بهش گفته بود که امسال من نمیذارم، چیکارت کنم، تو فقط همین کعبه رو دیدی. و اینا مطمئن بودن که اهل سنت در وقت چی خونریزی نمیکنن، اینا مطمئن بود دیگه، خمینی میدونست دین ما رو، چون در تاریخ نشده بود، و همونجا میگه بدتر تظاهرات کنید. پس اینا اصلا برای یعنی واقعا اگر چی باشه، ما شما حج رفتیم ان شاء الله، خیلی‌ها رفتید، ما در اونجا اگه نفر ما رو اذیت هم بکنیم به خیر، ناراحت نشو، عیب نداره، عیب نداره، همین جوری گنه اونجا که روزی 100 هزار تا دعوا بشه از هر فرهنگی میاد. اما از اول که دارن میرن علماشون بهشون میگن، بعضی که مثلا عصبانی هستن، من یادم میاد یادش به خیر، خدا همشون رو حفظ کنه، هر کس که بود، یه آدم یه کاری کرد، یکی نفر سیاه بود به اصطلاح، نمیدونم از کدوم کشور بود، یک دفعه عصبانی شد دو تا داد زد، تمام ما گفتیم عیب نداره، عیب نداره، همون آدم هم اومد ریشش گرفت که عیب نداره، باز همین آدم شروع کرد به گریه که من چرا داد زدم. یعنی اینقدر این من منطقه برای ما مقدسه، در اونجا ما گربه رو نمیتونیم بزنیم. این خمینی از همون استفاده میکرد. جالبه در همون سال که در حج میگفت که براءت از مشرکین، همونجا در تهران گرومیکو اومده بود، همون سال همون وقت حج، حیا نیست، حیا نداره، در وقت حج گرومیکو رئیس وزیر خارجه پیرمردا میدونن، وزیر خارجه شوروی اومده بود تهران، بچه پنج دختر 5 سال بهش گل داده، اینجا بهش گل میدی، اونجا میگی که نمیدونم مسلمان ها رو اذیت میکنی که مرگ بر نمیدونم شوروی، تو واقعا مرگ به شوروی میگفتی، خب چرا این گل دادی در اینجا که وزیر خارجهش اومده تو کشورت؟ برای اینکه اینا احترامی برای حج قائل نیستن، احترامی برای اهل بیت قائل نیستن. در مسئله حرف آخرمه، در کربلا فقط حضرت حسین که شهید نشد، 18 نفر از اهل بیت شهید شدن، و این رو ما میگیم که اونایی که اینا رو شهید کردن فرزندان مرتدین بودن که صحابه پیامبر اونا رو کشته بودن، این از مرتدین هم دفاع میکنن، اونایی که بعد از پیامبر مرتد شدن و صحابه اونا جنگیدن، بچهای اونا این کینه تو دلشون بود، اومدن از اهل بیت انتقام گرفتن، 18 نفر رو کشتن. این شیعه تا الان ول نمیکنه که نمیدونم کی کشته، کسی از ما اسمش یزید است؟ پس هم خودش کشته، هم فتنه رو روشن میکنه. احترامی برای مقدسات قائل، کمان که احترامی برای ملت ایران قائل نیستن. اگر قائل بودن چرا باید کانادا برای ما دلسوزی کنه؟ الله حافظ و
نگهدار همه شما.